میره دنبال کلاهبرداری، دنبال گیمپوری، دنبال دنیا حروم و حلال، یه همواری بلیط میخره چند هزار تومن بهش میفته، میره بان بگیره، پیش از یه پولا رو بگیره از ذوقش سکه کرد، همونجا افتاد. دوم حس کنید، ولی بعد یه بدبختن یه عمری عمرشون بزرست، آخر عمرم میاد شبانگه میشینه بینه من چی میگم، بره داپورت بده، من غافلم، اما غافلم. حضرت آیات، علمای اعلام، طلبچه های طلاب، اراذل و اوباش آستان بیت ولایت، بر بچه های گروه یوتیوب، بک استریت بویز، همشینه محترمه آج آقا مایکل جکسون، منظورم جانتشونه، میشناسینه داماد پاساتو و داماد برکاتو. امروز در محضر شما هستیم با درس دیگه ای از درس های حوزه. تو بگو من چه میگی، تو دست بلند میکنی. آج آقا، آج آقا، مسئلتون. تفضل حبیبی، تفضل. آج آقا، تو حوزه شایع شده که مقام عظما پاسور رو آزاد کردن، حکمشون جاریه یا جاری نیست؟ در رابطه با پاسور یا همون الورق، احبت آن است که قبل از بازی هر 52 برگ رو 3 بار به ذریعه امام راحل متبرک کنید. جای جوکرا تمثال آقای احمدی نژاد رو بذارید و به 3 مسئله مهم در حین بازی توجه کنید. 1. بیبی چادر باید سرش بکنید. اون بیبی چادر باید سرش بکنید. به جای شاه باید تصویر مقام عظما رو بندازید، اونم در حالت عرفانی که هستن. حاج آقا، بحث بسیج رو کردید، میخواستم ببینم ریشه لغت بسیج از کجاست. سوال خوبی بود، من خودم استفاده کردم. این سوال های گشکی نشکی بیرن میکنی، من جواب میدم به شما. بسیج یه کلمه اختصاریه، به سه یه جه که میشه بنیاد ساماندهی یه مشتوجه، که این تفسیر کیه؟ خروس راحل، امام خودمون. مثل همین 30,000 تا بسیجی و نیرو انتظامی که اینوزه ریختن تو خیابون دارن هی جه 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 میکنن. حاج آقا، تلخترین خاطرتون چیه؟ اگه میشه برای ما بگیم. بله، تلخترین خاطرم الان که تلخترین خاطرم برمیگرده به رحلت امام، اما برای اینکه خیلی هم تلخ کام نشید یه حبو تلخی تو کم میکنم، میام سر رحلت یادگار امام. الموتو یغلبون، میخواستیم بذاریمش توی قبر، هیچ وقت چهرهش یادم نمیره، گریه میکرد میگفت بابا من زندم، منو کجا میذاری تو قبر، ما همجور چپوندیمش تو قبر. واقعا خاطره تلخی بود. حاج آقا، شما سال هاست که روحانی هستید، میخواستم ببینم نقش روحانیت در جامعه چیه. این هم سوالیه که خیلی خوبه این روزا همه بدونن. نقش روحانیت تو جامعه مثل پیاز میمونه، شست و شودنده چشمه، تقسلوم در ابصار، شوینده دیده ها. چهره روحانیت اصلا خودش تسهیل کننده اموره، مثل روغن کرچک. این مدت پیش از یکی از این شهرستان ها با من تماس گرفتن، تو گوش تلفن الو بفرستم جوابشون دادم. گفتن آقا برای امام جماعت بفرستی. اون امام جماعتی که هفته پیش فرستادیم چی شد؟ گفتن اونو کشتیم باش زیارتگاه درست کردیم. یعنی میخوام بگم چنین رابطه‌ای برقراره بین مردم و روحانیت. حالا برای اینکه این نقش برای شما عینی هم بشه، میخوام یه تکه روزه براتون بخونم که سیدیش هنوز تو بازار نیومده، 2008. این بعد بانکیمون گفتم که این روزای خوری شیطنت کرده، الان براش گفتم. همه گفتیم که بانکیمون بیای، در رحمت به روی ما گشای، اما کیمون عجب رحمت داری بر ما گشودی، عجب حالگیری از عظما نمودی، بلند شد از سر عظما چه دودی. حالا عبامون پاره بود و پاره تر شد، مامان بمیره مامان بمیره، نظام بیچاره بود بیچاره تر شد، مامان بمیره مامان بمیره مامان بمیره. تم بمیری؟ تموم شد؟